رسمی لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان در سال 2020، بالاتر از کریستیانو رونالدو و لیرل مسی. نیمار را دوست دارم اما باید واقع بین باشیم. ویکتور فون. سوتی عجیب در انفیلد، تبلیغ با غلطی املایی. رابرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی باشگاه بایرن مونیخ به عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 2020 انتخاب شد. یکی از قاطعانه‌ترین جایزه های دبست سال‌های اخیر امسال به ستاره لهستانی باشگاه بایرن مونیخ یعنی رابرت لواندوفسکی رسید. لواندوفسکی در سال 2020 عملکرد شگفت‌انگیزی در ترکیب باواریایی‌ها ارائه داد و با این تیم به سه‌گانه معروف لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و جام حذفی آلمان رسید. از طرف عملکرد فردی خیره‌کننده مهاجم لهستانی یکی از بزرگترین دلایل موفقیت بایرن مونیخ در فصل گذشته بود. او در لیگ قهرمانان اروپا و بوندسلیگا آقای گلی را تصاحب کرد. دانشان دهد که چی از فرم فوق العاده برخوردار هست. در همین ارتباط رابرت لواندوفسکی امشب به عنوان بهترین بازیکن سال 2020 دنیا انتخاب شد. او این جایزه را بالاتر از دو گل فوتبال جهان یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو به دست آورد. ارزش کارش بیش از پیش مشخص شد. تیم منتخب سال از نگاه فیفا. لوسی برونز به عنوان برترین بازیکن سال فوتبال بانوان انتخاب شد. لیونل مسی و کریستیانو رونالدو با 4 مرتبه حضور در تیم منتخبی فیفا از این لحاظ رکورددار هستند. آلفونسو دیوید ستاره کانادایی بایرن مونیخ به اولین بازیکن منطقه آمریکای شمالی تبدیل شد که توانست در ترکیب تیم منتخبی فیفا قرار بگیرد. فرانسیسکو دا سیلوا هوادار تیم سیف برزیل که برای تماشای دیدارهای خانگی این تیم 60 کیلومتر پیاده روی میکرد به عنوان بهترین هوادار سال فیفا انتخاب شد. ماتیو آگنس به دلیل نجات جان بازیکن تیم حریف جایزه فیر پلی سال 2020 را دریافت کرد. یورگن کلوپ به عنوان برترین سرمربی سال 2020 انتخاب شد. سرنا وگمن بهترین سرمربی زن سال 2020 انتخاب شد. گل سون هیونگمن ستاره کوریایی تاتنهام با برنلی در لیگ برتر انگلیس برنده جایزه پوشکاش شد. مانونر به عنوان برترین دروازه‌بان سال 2020 انتخاب شد. سارا بوهدی بهترین دروازه‌بان زن سال 2020 انتخاب شد. جایزه بنیاد فیفا برای مارکوس راشفورد به دلیل ایجاد کمپین برای تغذیه کودکان در بریتانیا در دوران کرونا اهدا شد. مراسم با پیام جانی انفانتینو رئیس فیفا آغاز شد که در آن از درگذشت دیگو مارادونا و جوزه پروسی ابراز ناراحتی کرد. ویکتور فون نامزد ریاست باشگاه بارسلونا جذب نیمار را امر بعید تلقی میکند. تا یک سال گذشته شایعات زیادی در رابطه با احتمال بازگشت نیمار به بارسلونا شنیده شده است. این مسئله در تابستان سال 2019 به اوج خود رسید اما نهایتاً ستاره برزیلی در پی اس جی ماندگار شد. چند روز دیگر انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا برگزار می شود و یک از وعده هایی که نامزدها این سمت آن را مطرح می کنند بازگرداندن نیمار به نوکم هست. با این حال ویکتور فونت این امر را بعید تلقی می کند. نامزد ریاست باشگاه بارسلونا در این باره گفت: من او را به عنوان یک بازیکن دوست دارم و از تماشای بازی او لذت می برم، چرا که یک استعداد ناب هست اما باید در موردش واقع بین باشیم. او احتمالاً حقوق بسیار زیادی درخواست خواهد کرد که ما شاید نتوانیم آن را پرداخت کنیم. فراتر از این ما بارسلونا هستیم و باشگاه از هر چیز دیگری مهمتر هست. نیمار اینجا را ترک کرده و مدام از باشگاه شکایت میکند. فکر میکنم همه چیز واضح هست. فان درباره شایعات جدایی مسی گفت: ما فکر میکنیم میتوان او را حفظ کرد. فراتر از ناامیدی او که احتمالاً به ماه آگوست گذشته باز میگردد او با بارسلونا عشق میورزد. مسی همیشه گفته که میخواهد به کارش در بارسلونا پایان دهد و ناامیدی او به خاطر یک پروژه ناموفق بوده است. این همان چیزی است که ما روی آن کار خواهیم کرد تا دوباره رقابت کنیم. من فکر میکنم او به ما فرصت خواهد داد. شب گذشته و در جریان بازی بین دو تیم لیورپول و تاتنهام اشتباه عجیبی در تبلیغات کنار زمین مشاهده شد. لیورپول شب گذشته موفق شد با گل دقایق پایانی روبرتو فرمینیو تاتنهام را شکست دهد. تا حالا و بر پیروزی در یک مسابقه مهم صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر انگلیس را هم از آن خود کرده باشد. اما یک اتفاق عجیب و حاشیه‌ای در جریان مسابقه شب گذشته وجود داشت، جایی که نام وبسایت یک از حامیان مالی باشگاه لیورپول یعنی جزایر موریس به اشتباه نوشته شده بود، با این معنا که در آن غلطی املایی مشاهده میشد. ماجرا از این قرار بود که نام سایت به جای mauritiusnow.com به اشتباه mauritiusnow.com درج شده بود. در واقع یک حرف کمتر از نام وبسایت اصلی وجود داشت و طبیعتاً کسی نمی‌توانست با تبلیغ به سایت مورد نظر دسترسی پیدا کند.
بعد از مسابقه شب گذشته لیورپول و تاتنهام واکنش‌های شدید نسبت به این اشتباه باشگاه لیورپول مطرح شد که بیشترشان مربوط به همان منطقه موریس بود. روزنامه الاکسپرس یک از مهمترین آنها به انتقاد از لیورپول پرداخت و با ارائه گزارش در این باره نوشت: آیا ما 8 میلیون یورو برای این کار پرداخت کرده ایم؟ گفتن است باشگاه لیورپول در توافقنامه‌ای که با جزیره موریس امضا کرده، تبلیغات این منطقه گردشگری جذاب را بر عهده گرفته و به این واسطه 8 میلیون یورو دریافت می‌کند. تبلیغات نیز به گونه است که 6 بار در طول هر مسابقه و به مدت 20 ثانیه نام وبسایت مربوطه کنار زمین درج می‌شود.